سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش تازه‌ای گفته که دولت چین به طرز خطرناکی اسلام را با افرادگرای خشونت آمیز آمیخته می کند تا سوء استفاده های خود را علیه مسلمانان ترک در سینکیانگ توجیه کند بر اساس تحقیقات پزشکی قانونی دیدبان حقوق بشر داشتن قرآن در تلفن همراه مسلمانان چین برای بازداشت آنها کافی است دیدبان حقوق بشر می‌افزاید پلیس چین در شهر اورومچی پایتخت سینکیانگ ساکنان را ملزم به دانلود اپلیکیشنی کرده است که به مقامات این امکان را میدهد تا بر محتویات تلفن همراه آنها نظارت کنند در بسیار از موارد مسلمانان اویغور صرفا به خاطر انجام دادن یا نشان دادن علاقه به اسلام به عنوان حامیان افرادگرایی خشونت آمیز بر چسب گذاری یا بازداشت می شوند. فهرستی که دولت چین برای شناسایی افرادگرایی در نظر دارد بیشتر روی تبلیغات گروه تکفیری و تروریستی داعش تمرکز دارد اما این همه ماجرا نیست چرا که هر مطلبی از سازمان یا نهادهای فعال در حوزه سرنوشت یا هویت دینی و قومیتی اویغورها هم فعالیت کند در این فهرست جزء موارد ممنوع قرار دارد گفتنی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و برخی کشورهای غربی چین را به زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور و تحت فشار گذاشتن این قوم در استان سینکیانگ متهم می کند. چین همه این اتهامات را رد می کند.